عزیزان برگشتین در این بخش برنامه، ممنون که تا حال بیننده ما هستین. بله، بخش اخیر برنامه امروز ما هست و از همه شما هم همچنان سپاسگزاریم که تا این بخش از برنامه با ما همراه هستین. سرود بسیار زیبای را شما هم همچنان شنیدید و تماشا کردید. انشالله که شما هم لذت برده باشید. کودکان و نوجوانان بسیار با استعداد خوبی که سرود زیبای را تقدیم شما کرد. بخش اخیر برنامه امروز ما هست و خوشبختانه که حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد صفدرعلی محمدی، یک از عالمان دین و از اساتید حوزه، در برنامه با ما هست و خواستیم بیشتر درباره این مناسبت صحبت داشته باشیم. نیمه شعبان هست و ولادت با سعادت منجی عالم بشریت. انشالله که بتانیم از این ایام پرفیض و مبارک ما کمال استفاده را ببریم. سلام جناب استاد، صبح شما بخیر و همچنان علیکم السلام و رحمت الله. تبریک هم خدمت شما داریم. تشکر خدمت شما و همه بینندگان عزیزان، تبریک و تهنیت عرض میکنم. سلام علیکم. حاج آقا، در ابتدا یک بررسی کلی و مختصر از تولد آن حضرت درباره نام و القاب آن اگر اشاره داشته باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی یا کریم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. فبعد، قال الله الحكيم في كتابه وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. در قدم نخست فرارسیدنی نیمه شعبان، میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی علیه السلام را خدمت شما و همکارانتان و همه بینندگان عزیزی که ما را میبینن و یا از طریق راه فرداد رادیو ما را، صدای ما را میشنوند، تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در صبحگاه 15 ماه شعبان، حضرت مهدی که همه انبیا و اوصیا و کتاب های آسمانی از آمدن او خبر داده بود، پا به عرصه وجود میگذارد. حضرت مهدی که نامش میم ه میم دال است، به خاطری که در برخ روایات آمده که نباید از نام او به طور صریح یاد کنیم، اما به القابش مشهور است، یعنی حضرت مهدی علیه السلام، از مادر پاک به نام نرگس خاتون یا سوسن یا نرجس که نواده قیصر روم از اولاده شمعون صفا است، و پدرش حضرت امام حسن العسکری علیه السلام در یک چنین صبحگاهی متولد می شود و پا برسه وجود می گذارد. القاب مشهور آن حضرت مهدی است که در حدیث از پیامبر مکرم اسلام آمده است که می فرماید تذهب الدنیا لا تذهب الدنیا حتی یلی رجول من ولد اسمه المهدی. میگه دنیا به پایان نمیرسد مگر این که یک مردی از نواده های من، از ولد من متولد میشود که اسم او مهدی است. ولذا لقب مشهوری که من و شما زیاد استفاده میکنیم حضرت مهدی علیه السلام است. و دیگر القاب ایشان بقیت الله است، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، که اقتباس شده ای از آیه قرآن است. صاحب الدار است، صاحب سیف است، فرید هست، قایم آل پیامبر است، مستر است و منتظر است، صاحب الزمان. اینها
جمله القام آن حضرت می باشد. بله. جناب استاد، در باره دوره های غیبت حضرت امام مهدی علیه السلام هم اگر صحبت داشته باشین، و ای که مشخصا این واژه و اصطلاح غیبت به چی معنا به کار میره؟ غیبت از نظر دو تا دیدگاه کلان در مورد غیبت وجود داره. یک دیدگاه عوام الناس و مردم است که میگویند غیبت یعنی زندگی کردن در پشت یک پرده، یک جایی که با دیگران ارتباط نداره، در حالی که در روایات و در احادیث ما این گونه تصریح نشده. بیان شده است که حضرت مهدی که غایب است یعنی در بین مردم زندگی میکند، در بازارها قدم میگذارد، در حج با مردم مشرف میشوند، زیارت بیت الله میروند، مردم را میبیند و مردم را میشناسد، اما مردم او را میبینه ولی او را نمیشناسد. غیبت به این معنا یعنی حضرت در بین ما هست، چی بسا که من و شما بارها با ایشان سر خورده باشیم، دیده باشیم، اما تشخیص ندادیم که این همون مهدی موعود است. و در روایات تصریح شده است که بیان میکنه، میگوید که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف مثل حضرت یوسف است، همونطور که یوسف برادرانش را دید و شناخت، اما برادرانش یوسف را دید اما نشناخت. این معنای غیبت و غیبت دو دوره دارد طبق اندیشه تشیع، یکی غیبت صغرا و دیگر غیبت کبرا. غیبت صغرا از زمان تاریخ 260 شروع می شود و تا 329 دوام پیدا می کند، که در این مدت حضرت 4 تا نائب خاص داشته است که اونها عبارت بودن از محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید و محمد و حسین ابن روحی و دیگر هم علی ابن محمد که آخرین نائبشان علی ابن محمد سموری است. و یک توقعی که در اون لحظات، در یعنی روزهای پایان غیبت صغرا صادر می شود، مبنی بر این که 6 روز بعد شما هم از دنیا می روین و رحلت می کنین، بعد غیبت کبرا آغاز می شود و آخر غیبت کبرا را هیچ کسی نمی دانن که چه وقت خداوند اذن ظهور به آن حضرت می دهد. خیلی زیبا بیان کردن جناب استاد. در باره وظایفی که فعلا منتظران می تواند داشته باشد چه چیزی هست، اگر یک صحبت های دیگر هم داشته باشید؟ وظایف منتظران در عصر ظهور، در عصر غیبت که ما هستیم، زیاد بیان شده. من به چند نمونهش اشاره میکنم. اولین مسئله، مسئله معرفت و شناسایی اساسی حضرت مهدی است. یعنی هر کس دو نوع شناسایی دارد، دو نوع میشود او را شناخت. یکی شناسایی هویت شخصی است که اسمش چیه، اسم پدرش چیه، اسم مادرش چیه اینا، ولی یک شناخت اساسی است که باید بشناسیم که حضرت بقیت الله العظم محور این جهان هستی است و او حجت خدا در روی زمین است. بله. و همه من و شما مکلف هستیم که باید او را بشناسیم. پیامبر مکرم اسلام حدیث مشهوری است که بیان کرده، من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه. کسی که بمیرد اما امام زمان خود را نشناسد، مرگ او و مردن او مثل مردن زمان جاهلیت است، یعنی هیچ علم و هیچ بهره از علم و معارف اسلامی نداشته است. این اولین وظیفه ای که برای من و شما در اصل فعلی بیان شده است. و دوم که خیلی مسئله مهم است، مودت و محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا حضرت بقیت الله العظم است. پیامبر مکرم اسلام وقتی که آمد، تمدن اسلامی را درست کردن و پایه گذاشتن، خیلی ها آمدن که یا رسول الله اجر شما چی است؟ خداوند بیان میکنه از زبان پیامبر، پیامبر را میگوید بگو قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، بگو من از شما هیچ اجری
طلب ندارم و نمیخواهم مگر مودتی در قربا که در سوره شورا آیه 23 را بیان میکنه و بعد هم در آیه دیگر در سوره سبا آیه 47 بیان میکنه قل ما اسألتکم من خیرین فهو لکم. این اجر را که من شما خواستم، پاداش خواستم، اینها هم برای خودتان است. یعنی چی؟ یعنی مودت اهل بیت علیهم السلام که یکی از افراد اهل بیت حضرت مهدی است، به خاطر هدایت خودی بندگان، به خاطر هدایت خودی مسلمانان است که پیامبر مکرم اسلام هم بیان میکنه این تارکم فکم الثقلین کتاب الله بیتر تهل بیتی ما این تمسکتم به ما لن تذل عبدا فانهما لم یفترقا حتی یرد علی الحوزه. این دوتا یعنی قرآن و اهل بیت جدا نمیشود مگر تا روز قیامت که به من اونجا اینها برسن و به من وصل شوند. یعنی شما تمسک به اهل بیت بکنین، ما اهل بیت را دوست داشته باشین، اهل بیت مفسران قرآنن و قرآن را برای شما تفسیر میکنه، این دوتا را با هم داشته باشین تا اینکه هدایت شوین. جناب استاد، درباره عظمت و جایگاه روز و شب ماه شعبان که آیا این عظمت از تولد امام زمان دقیقاً مسئله ماه شعبان مثل ماه مبارک رمضان است. به این معنا ماه مبارک رمضان بدون در نظر گرفتن مناسبت‌هایش ماه خداوند است و ماهی است که بسیار ارزش دارد، ولی بعضی اتفاقات افتاده که این ارزش را مضاعف کرده، بالاتر برده، مثل نزول قرآن، مثل شهادت حضرت علی علیه السلام. و ماه شعبان المعظم هم دقیقا در اصل یک حدیث مشهور است که بیان میکنه که رجب رو میگه ماه خدا هست و شعبان ماه پیامبر است و رمضان ماه بندگان مخلص خدا است. در اصل ارزش داشته، ولی موالد شعبانیه یعنی حضرات معصوم علیهم السلام، حضرت امام حسین علیه السلام، امام سجاد و حضرت آقا ابوالفضل عباس و سرانجام در نیمه شعبان آخرین ذخیره الهی که در این ماه متولد می شود، ارزش این ماه را خیلی بالا برده. در روایات زیاد آمده است که این ماه را پاس بدارین، حداقل 3 روز اول، 3 روز وسط و 3 روز آخر را روزه بگیرین، که اگر این روزها رو روزه گرفتین مثل این است که همه ماه را روزه گرفتین. صدقه زیاد بدهین، صدقه دادن در اینجا در این ماه خیلی ثواب داره و این ماه ماه بسیار بسیار با عظمتی است. در واقع مقدمه است برای رسیدن به ذل مقدمه، به اصطلاح من طلب مطلبه ها. یعنی باید آماده شویم برای ورود به ماه مبارک رمضان که ماهی هست که خداوند از فضل و کرمش برای بندگان در این ماه مرحمت فرموده که در اینجا در ماه مبارک رمضان دیگه ثواب های زیادی نصیب بندگان می شود. ماه مغفرت است. بله، بدون شک. جناب استاد، درباره یاران خاص حضرت امام مهدی علیه السلام هم اگر صحبت داشته باشین که حتی مشخص تر 313 تن که ذکر شده در منابع مختلف، اگر اشاره داشته باشند که این یاران خاص میتونه چه اوصاف و ویژگی های میتونه داشته باشه. در دقیقا همونطور که شما جوهای جویای عزیز اشاره کردین، در منابع اسلامی در مورد یاران امام زمان علیه السلام تصریح شده است که 313 نفر میباشه. البته علما تحلیل کردن که چون همه مسلمان ها، نه تنها تشیع، همه مسلمان ها بلکه همه ادیان آسمانی باور به این دارند که حضرت مهدی یعنی منجی عالم بشریت می آیند و این کره خاکی را پر از عدل و داد می کند که معمول عدل من مجاورا. و قطعا یک چنین حکومتی همشمول نیاز داره به افراد متخصص، افرادی که بتوانه اداره و مدیریت جامعه را به دست بگیره. و طبق همین مسئله است که در روایات آمده که حلقه اول افراد حضرت مهدی علیه السلام 313 نفر می باشند که اینها اوصاف خیلی خیلی زیادی دارند. مثلا اینها اول مدبرند، مثل مسئله تدبیر، چون تا وقتی تدبیر نباشه، ولو که کسی باشه مثلا با تقوا باشه،
ولی آدم با تقوا، آدم شب نماز رو بره در وزارت که کار نمیتونه، ولی باید در ضمن تقوایی که دارن، تهجد شب زنده داری که دارن، در ضمن شجاعتی که دارن، اینها تدبیر هم دارن، اینها دوراندیش هم هستن و دیگر اینها همدیگر پذیری دارن، به این معنا که می توانن مخالفین خود را جذب کنه. این خیلی جالب است، خیلی پیام داره. یعنی کسانی که وقتی در قدرت هست باید تحملی را داشته باشه که حرفی کسی را که برخلاف اینا صحبت میکنه، یعنی از نظری تئوری و نظری با هم مشکل دارن، باید تحمل کنه. و یاران حضرت مهدی علیه السلام با صبر و حوصله مندی مثل پیامبر مکرم اسلام و یاران پیامبر، این صحابه کرام علیهم السلام، اینها این حوصله مندی را دارن، در عین حال شجاعت دارن، تدبر هم دارن، شب زنده داری هم دارن، سخاوت هم دارن، اینها همدیگر پذیر هم هستن. بله واقعا استفاده کردم جناب استاد، لطف کردین. ان شاء الله که هموطنان بسیار خوب ما هم استفاده کرده باشند. در اخیرم یک بار دیگه هم این ولادت را خدمت شما و این عید بزرگ را تبریک عرض می‌کنیم. اگر خیلی کوتاه این هم درباره این هم اشاره داشته باشین، چون فرصت ما بسیار محدود است، در فرصت یک دقیقه اشاره داشته باشین که حالا در 15 شعبان ما با چه برنامه‌هایی بتونیم بیشتر خوبتر تجلیل بکنیم، چه کارهایی را بکنیم، چه اعمال را باید انجام بدیم، چه برنامه‌هایی داشته باشیم؟ برنامه‌هایی که در نیمه شعبان پیشنهاد شده است که باید انجام بدهیم، یکی از بسیار مسائل مهم اینه که ما باید کوشش کنیم معرفت خود را نسبت به حضرت مهدی علیه السلام بالا ببریم. بله. و این کارهایی که الحمدلله فعلا هم میشود، که مسئله کتابخوانی، مسابقات کتابخوانی است و خیلی نقش داره، و دیگر گرفتن جشن، مجالس و دعوت از علمای ربانی، کسانی که در حوزه بودن، سالهای متمادی زحمت کشیدن و آنها واقعا اهل نظر هستند، آنها دین را شناختند، که بیاین برای مردم صحبت کنه و مسئله مهدویت را برای مردم تبیین کنه و مردم هم از این استفاده بکنه. بله، تشکر از حضور شما. سلامت باشین. استفاده کرده. زنده باشین. تشکر از شما. و همچنین از همه شما دوستان و هموطنان بسیار خوب ما، همراهان عزیز که تا این بخش از برنامه با ما همراه بودید. در اخیر برنامه همچنان جا دارد که یک بار دیگر ولادت با سعادت را، عید بزرگ را خدمت همه شما هموطنان عزیز تبریک عرض بکنیم. انشاءالله که همچنان که یاد کردم بتانیم از ایام پرفیض و با برکت این ماه مبارک و با عظمت استفاده را داشته باشیم. برنامه بود که تقدیم شما زان شد، انشاءالله که شما هم برای شما زان مفید واقع شده باشد. تا برنامه های بعدی و تا سلامی دوباره شما را به خداوند پاک میسپاریم، دعوت میکنیم با سایر برنامه های رادیو و تلویزیون راه فردا همراه بمانید. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما. و همچنان میتونید تکرار برنامه صبح فردا را ساعت 12 شب ببینید. تا برنامه دیگر صبح فردا، وقت بر همه تان خوش، خدا حافظ شما.